سلام خدمت بیننده‌های محترم تلویزیون ملی افغانستان. باز هم خوشحال و خرسند هستم که من به اتفاق همکارم جهانداد حکیمی با تقدیم گزارش میهن من از ولایت غور خدمتتان قرار داریم. این بار ما سفری داشتیم به ولسوالی پسابند ولایت غور. همکنون ما در بازار قریه کاکوری که مربوط به ولسوالی پسابند هست قرار داریم. در اینجا سیلاب خسارات هنگفت را به تجار و دکاندارایی که در اینجا در حال کسب و کار بودن متوجه ساخته است. با شما یک جا میریم میبینیم که میزان خسارات چگونه بوده و چی تعداد از هموطنان ما به اثر این سیلاب ها شهید شدن یا خانه‌هایشان تخریب شده. با ما همراه باشید. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را. عطای سب میشه در رابطه به خساراتی که این سیلاب به مردم متوجه ساخته چقدر کسیم تلف شده یا خیر؟ بعد از اثر باران زیاد دفع تنسیل آمد که این تلفات مالی و همچنانی صورت گرفته بود که یک سیاست از خانه‌های پایین بوده که سیلو را شهید کرده و یک نفرم نادرک دیگه معلوم نبوده که مسافر از کدام جا بوده که آنجا نبوده و خسارات مالی از اثر خانه‌های زیادی را تخریب کرده، گاو و گوسفند زیاد کشته، بازار ما تخریب کرده که اجناس و مال و کاری ما همه را از بین برده. برای بینندگان تلویزیون ملی افغانستان این بزرگای قریه کاکوری ولسوالی پسابند هستند که واقعا در حال می‌بینیم در حال تامی اکنون هم در حال لایروبی هستند و تلاش میکنند. دیگه میشه شما این اولین سالی هست یا قبلا هم سیلاب های سرازیر شده؟ به این قبلا هم شده، سه دفعه دیگه اینجا سیلاب آمده، آسیب رسیده، زمین زراعتی ما را همگیر خراب کرده، همه نوعی مردمین زمین زراعتی خراب کرده، دکان‌ها رو برده، مسجد جامع رو برده، مدرسه رو هر حال می‌بینیم که برده و خیلی آسیب رسیده. ما خواهیم که امارات اسلامی برای ما یک کمک کنه، برسه آواز ما گوشنه، کمک رسی کنه، همه منطقه ما خراب شده. بله بیننده‌های محترم تلویزیون، ما هم اکنون آمدیم طوری که شما مشاهده میکنین تا هنوز در حالی که حیوانات در اینجا هست و همچنین اینجا خانه هسته و شما اینو عملا میبینین و ما به طور مستند از خود صاحب خانه و مالک این مواشی پرسان میکنیم. شما خود معرفی کنید. اسمم رمضان. شما به ارتباط همین سیلاب بیشتر بگن با ما. چگونه اتفاق افتاد؟ چگونه حادثه بود؟ چگونه روز نمی بود که مثلا بارون بیامد، ما خود ما بور شدیم، همین مردانای مینا اطفال ما بمون بله رفتن بالای از خانه ها، بله اینا به سر درخت ها بودن، باز تاسیل کم شد، ما بیامدیم همین ایوانات بور کردیم بالای کوله، بله این اینو بعدن بمرد. بله. بردیم باز بارون شدید شد. ما نتونستیم وقتی که بیگای روزی شد بارون کم شدن بیامدیم این ایوانو همه که بمرد. بله بدون ما داخل زمین اطفال خور همه ما مردم جمع شدن. بله. به تنه بگرفتن. اینا ما به تنه از این آب برد. بله. دیگه خسارات چی؟ مثلا خانه بوده، اگه زندگی بوده، آرد بوده، گندم بوده. هیچ چیزی ما نتونستیم بیرون کشیم، همه زیر لایه گل شد. بله بدبختانه ما داخل یک اولی هستیم که خانه‌های مسکونی هسته و حتی اینجا دیگه کوله حیوانی هسته که اینجا مواشی اینجا نگهداری می‌شده. وقتی که سیلاب سرازیر می‌شده فقط اینا حق دارن که حداقل جان خود و فامیل اولاد خود نجات بدن و شما این گوسفندا رو می‌بینین که اینا همه تلف شده. به همین جهت مقام ولایت به خاطر اینکه به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و با مردم قریه کاکوری همدردی کرده باشه، تیم حالت اضطرار تشکیل شد در ولایت تحت ریاست جناب مظلومیار صاحب نماینده مقام ولایت هسته که با شما یک جا میریم دیدگاه مظلومیار صاحب میبینیم. خود در دور همه ما شما مشاهدتاً و عملاً میبینیم که واقعاً در دور است که ملت ما در بازمونی بلای آسمانی مبتلا شده که بازم خدا رو سپاسگزاریم. مقام ولایت و همه سکتورها ما اون چی که در توان است داریم و هستیم و بودیم، در خدمت ملت ما هستیم. ملت واقعا درد فراوانی دیدن که نمیشه که آدم به چشم اونا رو به تصویر بکشه. بنان آسیب هایی که میبینیم همه و مشترک هستیم. دیگه ما به نمایندگی امارات اسلامی تمام توانی که داریم در خدمت ملت ما هستیم. دیگه انشالله دوش و دوشی همه سکتورها ما از اول تا آخری پروسه نظارت میکنیم. همونطوری که مسئولین مقایم ولایت ما را نماینده معرفی کردن، آنها نماینده هستند از طرف امارات اسلامی و مسئولین امارات اسلامی در کابل هم جدا مثال موضوع گفتن باید گروه کنیم. انشاءالله ما میتونیم که یک طرفی از گوشه ایداد ملت وارد دوا کنیم. تشکر. بیننده‌های محترم تلویزیون، ما تلاش میکنیم و در کنار دیگه هیئت موظف قرار داریم. ان شاء الله در آخری گزارش ما میبینیم که دیدگاه مقام ولایت و باشنده‌ها را میبینیم که چقدر تلفات در اینجا انسانی وارد شده و چقدر خسارات مالی وارد شده. ان شاء الله که ارقام دقیق به شمول تخریب زمین‌های زراعتی و باغ‌هایی که صورت گرفته ان شاء الله خدمت شما تقدیم میکنیم. اما شما اینجا مشاهده میکنید که فکر کنم در زیر از هم هنوزم تلفات مواشی وجود داره و کلا اینا ژال هسته و عملاً شما میبینید. بابم نفسی یاری که بابم چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را زی همه خلق و رمیدم زی همه باز و رهیدم. بله بینام اترام تلویزیون، شما که مشاهده میکنین این بازار کاکری هست که بیش از 10 دکان در اینجا تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را به مردم متوجه ساخته و هنوز هم دیگه بعضی دکان‌ها پر از گل و لای هسته و تا هنوز هم نتونسته مالکین که این گل و لای لوش از داخل دکان نجات بده. با شما اینجا میریم می‌بینیم که تادیه صنفی یا نماینده این بازار چی گفتنیایی داره و معلومات بخوایم که چقدر خسارات وجود شده. کنار نماینده اصناف بازار کاکری قرار داریم. ملامت شو اسم شماست؟ بله. در مجموع چقدر دکان در بازار وجود داره؟ در مجموع خیلی دکان تقریبا 200 تا 250 همین تخریب شده، تقریبا 120 دکان 130 دکان است تخمینا. دکان‌ها که تخریب شدن، دکان‌ها که تخریب شده خود شما به چشم سر مشاهده می‌کنین و اونا رو می‌بینین. بله. که چی قسمه؟ که بعضی کلاً تخریب شده، بعضی مالی از بین رفته، بعضی نیمه تخریبه. که تقریباً به حدود 200 لک 200 لک همین قدر خسارات مردم وارد شده. بله. دکان‌ها خسارات وارد شده و دکان‌ها تخریب شده. چقدر اجناس از بیرون با خود برده سید؟ تخمیناً اجناس رو به لیست گرفتیم تخمیناً 100 لک شاید که تخمیناً برده شده باشه. که او برده. که هیچ معلوماتی اصلیه. اسم است محمد امین، اینجا یک دکاندار هستم. به سر پول مردم اومده کار میکنم، اومده خلاصه یک دفعه از خود خودشتم سرمایه هم 30 روپیه در گرفته. همه خبرن، مسئولای امارات اینا همه خبرن که در گرفته. بعد اولین بار هم میتونم مزارزشی هم که اومده هر چی بوده دور ندار اومده سیل خراب کرده رفته دیگه. دیگه از امارات اسلامی خواهشمندیم از مؤسسات که میتونم خود ما همکاری بکنم. ما نمی‌جای کمی دو وسایل داشتیم، سیل اومد همه گیر رو برد. حالا یک دو قران داشتیم اینا رو سیل بردن. از امارات اسلامی خواهش داریم که اقتصاد ما رو کم بگیره. اسم جماعت از قریه کاکری. مثلا همین تلفات که همین سیل برای ما آورده، مثلا مردم کاسبکار مثل آرد بفروش، تیل بفروش، مثلا بنجاره بفروش، نمک بفروش، همین چیزی اجناسی که مثلا ما تون ضرری زده. دیگه از طرف خداوند خیلی شکایتم که به درد نمیخوره. بازم ما از امارات اسلامی خواهش داریم که مثلا اگه دست این مردم بگیرن یک همکاری بکنن، این لطفشونه. دیگه تخریب خود زیاد چی دیگه چای دشلمه و روغن برنج و دیگه 30 دونه گاز کپسول 3 کیلویی داشتم، 23 تا ایربرد پر بوده، این 4 تا بیلر بوده. این دیگه چای دشلمه اینا هر چی که بوده تخریب شد. شوره و همین نمک و همین چیز خوراکی که بوده کلا از بین رفته. جنسی که شما سیل برده چی جنس بوده؟ جنسی که ما سیل برده به مثل تیل بوده و سکل بوده، آرد بوده، دشلمه بوده، روغن بوده، همین جنس ها بوده که سیل برده. بله. نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را زو سالی تو خمارم سر مخلوق ندارم چو تو را سید و شکارم چه کنم تیر و کمان را آب شدم نور میشیم بابا خانه اینا رو هم سیل بزردن خیلی خسار زیاد و سیل گوسفند اینا رو بوردن حالا این درمونده امزینه اینا رو کلا میشیم از خاطری که دیگه دو سه روز میشه درمونده امزینه و زیر سیل بوده؟ ها همه زیر سیل شده اون سرا شاید دیدیدشین اون گوسفندا اینا همه حالا اینا رو میکشیم از زیر گل میاریم شد بوشیم بیاریم خاطر امزین ولی برای اینا از قد گلولای بکشیدیم میاردیم شنو شستشویی میکنیم ولی آن نمیاد دیگه چقدر شما رو خسارمند کرده همین سیلاب خسارمند دیگه زیاد کردم برو شی نمونده بسیار مرده تقریبا چقدر جنس شما رو سیل برده تقریبا یار از خودم تقریبا 2 سالگ برده 2 سالگ برده دیگه این جنسی که باقی مونده شما از زیر گل کشیدین و میشینه ولی اینا رو میشیم ولی کم مونده اینا رو از زیر گل کشیدیم شو میشیم ولی من خودم عبدالقدیر نام دارم من روز که می حادثه پیش اومده من خود من اول به اینجا نبودم وقتی بیامدم نه ساعتی 2:30 بجه بود نفهمم که 3 بجه بود 2 بجه بود به این موینا بود دقیق ساعت سه نکردم که می حادثه پیش دیدنی همین مادر امزی اولادا که بوده و می او برمی داشته اول باران به اینجا نبوده باران به اصلی کوه بوده او برمی داشته وقتی که می سیل بیامده می آفت که بیامده اطرافی چه بگرفته دیگه نتونست خود بکشنی وقتی نتونست نیه دیگه مردم اینجا کسی نبوده من خودم اومدم اینجا نبودم مادر پیرزال من پیش رفته که نیه خود کمک کنه بس سیل رو بکنده که بکنده این پیرزال هم دیگه نتونست که نیه ایر از او بکشی یا چی کنه نیه یعنی اقصد مشکلات به همی روانیدنی این ککام که هست اولادا هنه اون حال یک دیگه هم نیه که نفهم چند تا طفل مانده؟ انا طفلوه بسم الله الرحمن الرحیم اسمم مسعود احمد مدیر اجرایی لیسه ساویوس صاحب میاشم قریه کوکوری مکتب ما پروژه تکمیل نشده بود بازم سایه داشت که می شاگردا داخل درس میخوندن فعلا که می سیل اومده همین تخریب شده داخل یولای دوشه دیگه شاگردان هم نمیتونن که داخل درس بخونن و کلکین و در و دروازه نداره دیوار احاطه نداره یعنی مشکلات داره لیسه ساویوس که امارت اسلامی خواهش داریم که تا به مکتب توجه داشته باشه جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را چو من اندر تک جویم چه روم باب چه جویم بله این صحنه که شما مشاهده میکنین این صحنه مسجد و مدرسه هست در حقیقت قریه کاکوری قریه بسیار پرجمعیت هست که حتی گفته میتونه هم مرز با ولایت هلمند هست متاسفانه چند روز قبل از ارتفاعات از این قریه به سبب شدن سیلاب ها خسارات هنگفت داره به مردم مواجه ساخته دیگه آبی از این آبرزه از این قریه وصل میشه به دریای فرارود و در شما مشاهده میکنیم که مسجد شریف حتی آب داخل مسجد شریف داخل شده و کلا مسجد داخلش تخریب کرده و همچنین مدرسه است کنار مسجد که شما تصویر قبلا دیدین که این مدرسه را هم متضرر ساخته و حتی فرش و امکاناتی که مدرسه داشته کلا این تهدید کرده دیگه یک جا با شما برادر شما خود معرفی کنین اسم من حاجی مولا داوودشاه باشنده قریه کاکوری هستم مرزم شما از روزی که سیلاب سرازیر شد میشه بیشتر با ما معلومات بدید روزی که سیلاب سرازیر شده از ساعت 2 بجه باران شروع شده بله. 1 ساعت 2 ساعتی باران بیشتر دوام نکرده بله. اما متاسفانه باران به شکل جالب بوده بسیار شدید بود دیگه آب از این منطقه کاکوری از این جایی که شما مشاهده میکنید بلندی ها همه سرازیر شد یک جا جمع شد در بازار و بازار که جمع شد خب منطقه بازار و همه شما مشخصه که تخریباتی که به مسجد جامع کرده در دکانا کرده حتی ما تلفی انسانی داشتیم حیوانی داشتیم زمین چا آب هر چیزی داشتیم منتها خساراتی بسیاری انگفتی به ما وارد کرده بعضی که سیلاب فروکش کرد این همدستی مردم چگونه بود و همدردی کردن با کسایی که دکاندار بودن حتی به مسجد جامع و مدرسه رسیدگی کردن یا خیر این کسایی که دمی که سیلاب آمد به منطقه کسایی که او طرف سیلاب بود این تو جرئت نداشتن که به سیلاب درین به این طرف رسیدگی کنن این طرف به اون طرف رسیدگی کردن نتونست همین کسایی که هم جوار یکدیگر بودن همینا با هم رسیدگی کرده تونستن حدودی تشکر بینندگان محترم تلویزیون روزی که سیر سرازیر شد متاسفانه یک مادر اینجا شهید شدن و حتی گفته میشه که یک مسافر هم از قرای همجوار به بازار آمده بوده و هم دیگه مفقود هسته و تپ و تلاش ها به خاطر اینکه جسد از او پیدا شود از سوی باشندگان محل جریان داره. باش ما یک جا بریم دیگه مسجد ببینیم که وضعیت مسجد چگونه است. بله بینندگان محترم تلویزیون، این مسجد عمر فاروق قریه کاکوری هسته که مسجد جامی هسته که شما تقریبا علایم آب می‌بینید که تقریبا چیزی کم یک متر بوده و فعلا هم زیر از فرشا تقریبا 25 سانت گل لای هسته و حتی گفته میشه روزی که اینجا سیلاب کرده ژال باریده و حتی آثار ژال در این دیده میشه که امیدوار هستم که وزارت ارشاد حج و اوقاف، ریاست ارشاد غور باید یک توجه بکنه، اگر به این مسجد زود رسیدگی صورت نگیره متاسفانه که مسجد شهید خواهد شد. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را.